در محافل و رسانه‌های حکومتی تفسیرهای متفاوت و متناقضی از درآمدن پزشکیان از صندوق انتخابات رژیم دیده میشه. برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای مهدی سامه، سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و مسئول کمیسیون صنایع در شورای ملی مقاومت ایران. سلام کنم خدمت شما آقای سامه و تشکر از حضورتون در این برنامه. من هم به شما و به بینندگان عزیز سلام میکنم و در خدمتتون. آقای سامه، با اومدن این پزشکیان الان این اصلاحاتی که قبلا گفته میشد که مرده، آیا اونطور که الان برخی ها مدعیش هستند واقعا آغاز جدیدی برشون هست؟ خب ببینید، ما باید بررسی کنیم و تعریف کنیم که منظور از هر کدوم از این کلمات چیه. خیلی ها مثلا میگن که ظریف اصلاح طلبه، حکومتی البته، در حالی که اینطور نیست. حالا خود همین پزشکیان هم خودش گفته من یه اصولگرا هستم که میخوام اصلاحات کنم، و در واقع نزدیکترین آدم که میتونستن به ولایت فقیه نزدیک بود و اون جبهه اصلاحات حکومتی اوورد در لیستش، و حالا اینکه انتخابات چگونه گذشت میگذاریم به بحثای بعد. ولی ببینید، این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا خطاب به مردم، و از این نظر هست که مردم میگن که ما دیگه با این بازی شما تو این بازی شما قرار نمیگیریم. منظور این نیست که در درون حکومت مثلا یک یا دو نفر یا چند نفر اصلاح طلب نیستن یا اصولگرا نیستن. اصلا ساخت حکومت در چند سال گذشته بیشترش اصولگراها بودن. منظورم اینه که این به معنی نیست که حکومت از اینا خالی شده. مثلا در مجمع تشخیص عارف هست. نمیدونم میتونم منظورم رو برسونم یا نه. منظورم اینه که این حرف جامعه هست، میگه ما وارد بازی شما نمیشیم. گذشته اگه وارد بازی شما بخشی از جامعه شد، الان ما نمیشیم وارد این بازی. ولی خود حکومت، البته افراد دسته چندومش، مثلا در همین مجلس خیلی تصویه شده و مهندسی شده هم هستن. از این جهت میشه گفت که اون پروسه‌ای که اصلاح طلبای حکومتی طی کردن ادامه پیدا میکنه. یعنی اصلاح طلبا میشن یک زائده از باند میانی، یعنی باند روحانی و اینا، و همینطور هم که دیدیم تقریبا بیشتر کارهای پزشکیان را محمد جواد ظریف میکرد که خودش یک، همونطور که گفتم، اینا اصلاح طلب نیستن و از جمله اصولگرایان میانی هستن، یعنی یک کمی خودشون رو میگن اعتدال هستن. بله آقای سامه، شما به درستی و به عالی‌ترین صورت توضیح دادید که مسیری که اصلاحات طی کرده در درون این رژیم و پاسخی در جامعه گرفته. حالا سوالی که پیش میاد اینه که بالاخره آیا راه رئیسی جلاد با آمدن پزشکیان ادامه پیدا میکنه یا متوقف میشه؟ چون اینا همونطور که در جریان هسته زیاد گفتن که راه رئیسی باید ادامه پیدا کنه، بعد رئیس جمهور بعدی مانند اون باشه. حالا چی میشه بعد از این؟ ببینید، حالا این باید راه رئیسی رو هم تعریف کرد. راه رئیسی چیه؟ به گمان من رئیسی یه کارگزار کامل، سرسپرده، بدون هر گونه زاویه با ولی فقیه بود. ولی برای چی؟ در حقیقت سیاست خامنه‌ای یا پروژه خامنه‌ای پیشبرد گام دوم موسوم به انقلاب بود، که بعد از قیام های 96، یعنی 7-8 ماه، حالا تاریخ دقیقش به الان تو ذهنم نیست، این پلتفرم رو اعلام کرد و به تدریج این را اوورد تا میشه رسید به رئیسی. ولی خب یه اتفاقی افتاد اینجا که حلاکت رئیسی بود. این همونطور که مقاومت هم اعلام کرده یک کلان ضربه بود به دستگاه ولایت فقیه، و خانه‌ها این کلان ضربه ها اثرات خودش را داره. به گمان من خامنه‌ای دست بر نمی‌دارد از پروژه گام دوم، ولی این پروژه با چالش‌های جدیدی از نظر شاکله حکومت پیش میاد،
که از این جهت میشه گفت برنامه همون برنامه است، ولی خب با چالش های جدید هست. همینطور که آقای رجوی هم میگه با خاکستر شدن رئیسی و برباد رفتن آرزوهای خالصسازی خامنه ای، یعنی در حقیقت اون یک دستسازی و خالصسازی با این نمایش انتخابات با یک گسست روبرو میشه. این که خامنه ای برای پر کردن این گسست به چه شیوه هایی متوسل میشه، این حالا بحث دیگری. سر خودش اول گفته که به رئیسی هم گفته، بارها هم گفتن که باید خط رئیسی رو، به پزشکیان هم گفتن که باید خط رئیسی رو پیش ببرن. خط رئیسی پیش بردن یعنی چی؟ یعنی پزشکیان هم همون جور یه کارگزار گوش به فرمان ولی فقیه باشه. آیا اینکه این اتفاق میفته یا نه باید در روزها و هفته ها و ماه های آینده دید. بله خیلی ممنونم از شما آقای سامه بخاطر حضورتون در این برنامه و تمام توضیحاتتون. من هم از شما تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به من دادید.